حدود 75% مبتلایان به بیماری کشنده ایکس دارای ژن ایگرک هستند. کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟ 75% کسایی که این بیماری رو دارن این ژن رو دارن. اوکی. اگر کسی ژن ایگرک را داشته باشد، همون ژنی که تو 75% کسایی که بیماری ایکس رو دارن وجود داره. اگر کسی ژن ایگرک را داشته باشد، احتمال ابتلای بیماری ایکس بیشتر از حد متوسط ابتلای این بیماری در جامعه است. با وجود اینکه به نظر درست میاد کاملا غلطه. فکر میکنم در مورد این سوال استثنا ما اول مجبوریم گزینه درست رو بگیم، وگرنه گزینه دیگه غیر قابل فهمه. ببینید گزینه درست اینه. 75 یعنی داستان درستش اینه. حالا بعداً نتیجه میگیریم که کدوم یکی از گزینه‌ها به این می‌خورن. 75% مبتلایان به بیماری کشنده ایکس ژن ایگرگ رو دارن. آره، اما معنیش اینه که ژن X لزوماً در بیماری Y موثر نه، به این خاطر که اگر که 75% کسایی که این بیماری رو ندارن هم همون ژن داشته باشن، پس نتیجه میگیریم اساساً به لحاظ آماری، به لحاظ منطقی، به لحاظ علمی رابطه‌ای بین ژن X و بیماری Y وجود نداره. اگر یه ژن در کسایی که این بیماری رو دارن بیشتر دیده بشه نسبت به کسایی که بیماری رو ندارن، بله خطرناکه. اما 75% اصلا 75% نه، 90% کسایی که این بیماری دارن این ژنو دارن. این هیچی به ما نمیرسونه تا وقتی نداریم که کسایی که سالمن چند درصدشون رو دارن. اگه کسایی که بیمارن 90% دارن، کسایی که سالمن 10% دارن، فاجعه است. باید حتما نگران باشیم. کسایی که بیمارن 90% این ژنو دارن، کسایی که سالمن 90% دارن، هیچ تاثیر نداره. کسایی که بیمارن 90% این ژنو دارن، کسایی که سالمن 88% دارن، این 2% تفاوت مهمه. البته اون وقت مهم هم اینه که ببینیم کلن این بیماری درصد وقوعش چقدره. اگه 1 در میلیونه، حالا 2% 1 در میلیون باز چیز خیلی مهمی نیست. یعنی بنابراین این یکی از اون چیزهایی که خیلی در فضاهای رسانه‌ای باعث هیجان میشه. انقدر کسایی که این ویژگی دارن، این ژن دارن، این نتیجه صادر میشه که پس حتما این ژن ژن اونه. حالا فقط بحث ژن نیست دیگه، شما اینو به صورت دیگه هم میتونید تصور کنید. مثالی که من در جلسه‌ای که مثال مرتبط و مطرح میکردم زدم، 70% دانشجوهای ایرانی مقیم سوئیس ترم اول در این درس میفتن. پس ما نتیجه میگیریم که دانشجویان ایرانی لابد به لحاظ ذهنی با این درس مشکل دارن. این هیچو اثبات نمیکنه. 70% باشه 90% باشه، شما ببینید که دانشجوی سوئیسی چند درصدشون ترم اول درس میفتن. یا مثلا در بود دانشجوی مهاجر اگه میخواین صحبت کنین، دانشجوی مهاجر چند درصدشون درس میفتن؟ اگه دانشجوی ایرانی 70% ترم اول اون درس میفتن، بقیه دانشجوی مهاجر 80% میفتن، پس در نتیجه که میتونید بگیرید اینه که دانشجوی ایرانی وضعشون خیلی بهتره نه اینکه بدتره. پس این 70%، این 90%، این ژن چی، اینا لزوما تعیین کننده نیست، مگر اینکه ما اون برش هم بدونیم چقدره. ببینید اینا درسته به نظر ریاضی میاد، ولی یک منطقی که شما این منطق رو در کار خبری که هیچ عددی هم توش نباشه مجبوری رعایت کنید. اینی که لزوما یه اتفاقی جایی افتاده، شما تا اون ور داستانش هم ندونید نمیتونید راجبش قضاوت کنید. البته اگه شتاب زده باشید قضاوتتون رو میکنید، احتمالاً خیلی هم طوری نمیشه، ولی خب بستگی داره که ما این کاری رو میخوایم خوب انجام بدیم یا نمیخوایم انجام بدیم، ماندگار میخوایم انجام بدیم یا نمیخوایم انجام بدیم، میخوایم مورد ریفرنس بقیه قرار بگیریم در دراز مدت یا نمیخوایم قرار بگیریم. اینا انتخابایی که شخصی میشه انجام داد. پس گزینه های ما اینه: اگر کسی ژن ایگرگ را داشته باشد، احتمال ابتلای او به بیماری ایکس بیشتر از حد متوسط ابتلای این بیماری در جامعه است. کاملا نامربوطه. اصلا حد متوسطش چیه؟ این ژن ممکنه هیچ ربطی به اون بیماری نداشته باشه، در نتیجه ما نمیتونیم همچین حکم بدیم. اگر کسی ژن ایگرگ را داشته باشد، احتمال ابتلای به بیماری ایکس بیشتر از 50% است. به همون نامربوطی بالاتریه. ممکنه با شرایطی که ذکر کردیم اساسا هیچ ربطی بین این ژن و اون بیماری وجود نداشته باشه. حالا دیگه بیشتر از حد متوسط، بیشتر از 50%، اینا دیگه همش حرفای غیر منطقیه. گزینه بعدی داشتن ژن ایگرک حتما نگران کننده است. نه، ما ذکر کردیم که در واقع در مواردی ممکنه هیچ ربطی به اون بیماری نداشته باشه، پس چرا باید حداقل در این فقره خاص نگران باشیم؟ گزینه درست لزوما نمیتوان نتیجه گرفت که میان ژن ایگرک و بیماری ایکس رابطه وجود دارد. این گزینه درسته. ما لزوما نمیتونیم نتیجه رو بگیریم مگر اینکه بدونیم کسایی که بیماری رو ندارن چند درصدشون این ژنو در ساختار بدنشون دارن. و گزینه آخر اینکه 25% انسان‌ها در مقابل بیماری ایکس امنیتی نسبی دارن. این دیگه کاملا فضاییه دیگه، خیالیه. این 25% از کجا اومد؟ اساساً ما وقتی که نمیدونیم که چه ارتباطی بین
این پدیده و اون اثر ممکنه وجود داشته باشه، دیگه تمام این درصدا چیزهایی که ما داریم میسازیم از خودمون. ببینید خدمت شما عرض شود که به هر حال اینا قواعدیه، نه اینکه لزوما مثلا فرمول. شما اشاره میکنید به اینکه مثلا انگار که طرف باید ریاضی محض بلد باشه، یعنی انگار که فرمول ها، نه واقعا این قواعد فکر کردن. من اینو یه بار دیگه اجازه بدید تکرار بکنم. اگر یه مثال مثلا فرض کنید، این مثال مثال کاملا فضاییه ها، ولی مجسمش کنید. شما مجسم کنید کسی که انسانها رو نمیشناسه، از این کره دیگه میاد کره زمین، آدمها رو میبینه و بعد میبینه کسانی که مثلا فرض کنید که دو تا دست دارن، یک سری کسایی رو میبینه که این کسا خدمت شما شود که زن هستن، بعد نگاه میکنه میبینه اینها دو تا دست دارن، حکم میده که زنها در روی کره زمین، یعنی کسی که دو تا دست داشته باشن زنن مثلا. این به نظر ما مسخره میاد دیگه. چرا؟ چون شما میدونید که خب مردها هم دو تا دست دارن. اون چون نمیشناسه که مردها هم دو تا دست دارن، خیال میکنه که بین دو تا دست و جنسیت رابطه وجود داره. قضیه واقعا به همین سادگی ها. شما اگر که یک ژن، کسایی که یک بیماری دارن، مثلا کسایی که ام اس دارن، این ژن رو 75% دارن. درسته؟ کسایی که ام اس ندارن هم اگه 75% همون ژن رو داشته باشن، پس ما داریم راجع به ژنی صحبت میکنیم که اساساً به بیماری ام اس ربطی نداره. داریم صحبت از یه ژنی میکنیم که تو آدمایی که ام اس دارن وجود داره، آدمایی که ام اس ندارن هم وجود داره. تو آدمایی که ام اس دارن 70% مثلا وجود داره، اونایی که ندارن هم 70% وجود داره. چرا باید این ژن اصلا ربطی به ام اس داشته باشه؟ اگر من میبینم که تو 70% کسایی یا 75% کسایی که ام اس دارن ژن وجود داره، اسمش رو میذارم ژن ام اس، من دارم شتاب زده عمل میکنم. وگرنه اگه این یه ژنی باشه که اساسا رفتی بیماری ام اس نداره و تو کسایی که ام اس دارن و ندارن بگه نسبت وجود داره، چرا باید رفتی بین دو تا وجود داشته باشه؟ میدونید این یه چیزیه که در واقع حالا فارغ از درصد و ام اس و ژن و بیماری، در واقع قاعده تفکر منطقیه. یعنی یه چیزی هستش که شما خیلی وقتا میرید توی محیط، میخواید راجع به اون محیط قضاوت کنید، با همین شیوه مجبورید قضاوت کنید. میرید اونجا مثلا میبینید که یه تعدادی از فرانسوی مثلا توی یک جامعه، مثلا یک جایی که افرادی از ملت‌های مختلف هستن، میبینید که کسایی که در اونجا هستن چند تا فرانسوی میبینید که این ویژگی رو دارن، حکم میدید که فرانسوی‌ها این ویژگی رو دارن. اگر در همون جامعه نمونه آماری ببینید آلمانی‌هاشون، آمریکایی‌هاشون، هلندی‌هاشون هم همون ویژگی دارن، پس هیچ رابطه‌ای بین فرانسوی بودن و اون ویژگی وجود نداره. من بودم که نمی‌شناختم و خیال می‌کردم این نشون دهنده فرانسوی بودنه، در حالی که در اون ویژگی خاص آلمانی‌ها، مثلا انگلیسی و هلندی‌ها، اونها هم یکسان هستن. ما از این شیوه شتاب زده با یک فکت، با یک مشاهده، یک کمیت حکم صادر کردن خیلی استفاده می‌کنیم. این فقط یک مثالشه و واقعیتش هم اینه که لزومن هم خیلی ربطی به ریاضیات نداره، بیشتر به شیوه تفکر ربط داره. البته خب میشه اسمشو گذاشت منطق ریاضی. سوال هفتم البته دیگه سوال استدلالی نیست، این فقط یکی از بحثایی که مطرح شده بود توی جلسه، فقط در جهت اینکه ببینیم چیزی که مطرح شده چقدر به خاطرمون مونده. هر سال چند درصد جمعیت هر سال معادل چند درصد جمعیت ایالات متحده به این کشور مهاجرت قانونی صورت میگیرد؟ خب جواب درست در واقع حدود 0.5%، 2%، 5%، 10% و بیشتر از 10% گزینه های غلطن، ولی عیبی نداره که اون گزینه های غلطش انتخاب شدن، به این خاطر که
یادتون باشه ما اینو مثال رو زدیم برای اینکه بگیم همین سوال رو جلوی دانشجو نخبه آمریکایی گذاشتن و اغلب گفتن 10%. بنابراین عیبی نداره که روزنامه‌نگار ایرانی هم یه اشتباه مشابه رو بکنه. دانشجویی که در واقع دانشجوی نخبه همون جامعه هست همین اشتباه رو مرتکب شده، عیبی نداره. فقط یک مثالیه واسه اینکه ما ببینیم تا چه حد بعضی وقتا ممکنه که اعدادی که اعداد مهم هم محسوب میشن با واقعیت فرق داشته باشه، اون چیزی که تو ذهن ماست. عنایت داشته باشید که در مورد مثلا مهاجرت این یه عدد ساده نیستا. یعنی اینی که شما فکر کنید سالی در کشور آمریکا، کشور 300 میلیونی آمریکا، سالی مثلا 10% یا بیشتر از 10%، یعنی 30 میلیون یا بیشتر از 30 میلیون مهاجرت صورت میگیره، این احتمالاً ذهن شما رو به این سمت میبره که ما باید جور دیگه‌ای مانع مهاجرت بشیم. ولی اگه بدونید که دور و بر 300 هزار تا است، یه جور دیگه به قضیه فکر میکنید. یعنی این آمارا فقط این نیست که حالا یه عدد یا اون عدد فرقی نمیکنه، نه، خیلی وقت اشتباهای عددی باعث میشه که ما تو انتخابات به این کاندیدا یا به اون کاندیدا رأی بدیم. یه کاندیدای اومده میگه من میخوام مهاجرت رو محدود کنم. البته شما حق دارید اگه مهاجرت 10000 تا هست بخواد محدودش کنه، دلیلی نداره. ولی طبیعتاً وقتی فکر میکنید 30 میلیون مهاجرت صورت میگیره به آمریکا، یه جور به کاندیدایی که میگه مهاجرت رو میخوام محدود کنم فکر میکنید. وقتی بدونید که 300000 تا، یه جور دیگه فکر میکنید. طبیعتاً پس اینا عددهای ساده نیستن، خیلی وقتا روی قضاوت‌های سیاسی ما و حتی عملهامون، عملهای روزنامه‌نگاری حرفه‌ای هر چیزی رو بذاریم تأثیر می‌ذارن. آخرین سوال، من تصورم اینه که وقت واسه حلش دیگه شاید نمونده باشه، چون اون سوال سخته است. اگه یادتون باشه جلسه یعنی دیروز مطرح شد، به طور میانگین حدود 0.8%، یعنی 8 در 1000 از انسان‌های میانسال ممکن است به بیماری ایکس مبتلا شوند. نوعی آزمایش پزشکی 90% کسانی که بیماری ایکس را دارند و 93% کسانی که بیماری ایکس را ندارند را به درستی تشخیص می‌دهد. اگر نتیجه آزمایش فردی میانسال مثبت شود، چند درصد امکان دارد که به این بیماری مبتلا باشد؟ محاسبه‌اش رو دیروز انجام دادیم. نکتهش این بود که جواب درست حدود 10% اون بیماری هم مشخصاً سرطان سینه است. و دلیل این که ما اینو ذکر کردیم، حالا ما خیلی به آمار مربوط به مثلا سرطان ها علاقه نداریم تو این جلسه، ولی من این رو به عنوان یک نمونه ذکر کردم که بگم که این سوال رو جلوی یک جامعه نمونه آماری از 24 پزشک آلمانی گذاشتن، دو نفرشون تونستن جواب درست بدن. یعنی 24 تا، نه کسی که مثلا روزنامه‌نگاری که باید راجع به هر چیزی چیزی بدونه، راجع به اینم بدونه یا ندونه، نه، جلو 24 تا پزشک گذاشتن که وظیفش درمان مردم، از 24 نفر دو نفر تونستن به این سوال جواب بدن، به این خاطر که محاسبه‌ای داره که اون محاسبه رو نتونستن به لحاظ منطقی و ریاضی متوجه بشن. این به عنوان یک نمونه‌ای بود که فقط توضیح بده که بعضی وقتا بعضی از چیزای ساده منطقی تا چقدر ممکنه حتی بین متخصصان پی بردن، حالا به زوایای مختلفش، مشکل باشه. طبیعتاً اگه بخوایم ربطش بدیم به حیطه روزنامه‌نگاری، اینه که واقعیت اینه که در بعضی از موارد شما وقتی راجع به داده‌های منطقی و مخصوصاً عددی می‌خواید اطلاع رسانی کنید، وقتی می‌خواید یک عدد درست رو ذکر بکنید، اگر بخوام از اصطلاحی که در ایران بعد از انقلاب رایج شده بود استفاده کنم، اگه می‌خواید یک عدد درست رو ذکر بکنید، انگار باید غسل شهادت بکنید. یعنی انگار باید خودتون رو آماده بکنید برای تبعات خیلی سنگین، برای اینکه مخاطب شما به هیچ وجه زیر بار اون عدد درست نمیره، به این خاطر که به دلایل مختلف متقاعد شده راجع به عدد دیگری. این البته معنیش این نیست که روزنامه‌نگار محافظه‌کاری بکنه، معنیش اینه که در خیلی از موارد برای اینکه یه مفاهیمی بیان بشن روزنامه‌نگار کار بسیار سختی رو داره، و به خاطر سخت بودن همین کار هم هستش که خیلی از روزنامه‌نگاران آگاهانه از وارد شدن در عرصه روزنامه‌نگاری فکت محور فرار می‌کنن، در حالی که به هر حال در بعضی از زمینه‌ها چاره‌ای جز روشن کردن تکلیف خبرها جز با همین نوع محاسبات نیست. خیلی متشکرم از اینکه وقت گذاشتید و توی این دوره شرکت کردید. یه سری مثال‌های مربوط به در واقع جلسه قبلی بود که دیگه وقت نمی‌کنیم، یعنی اون مثال‌هایی که ما راجع به ایران و اینها مثال‌هایی زدیم که چجوری بعضی وقت مؤسسات با بازی با افراد افکار عمومی رو گمراه می‌کنن. مثال‌هایی را مثلا در مورد سیستم بهداشت و درمان انگلیس من آماده کرده بودم که چجوری بعضن با دست، نه دست بردن در اعداد، با تفسیر متفاوت اعداد این تصور رو میخوان ایجاد بکنن که عملکرد سیستم بهداشتی خیلی خوبه، در حالی که عملکرد خوب نیست و فقط با عددها داره جوری بازی میشه که به نظر خوب بیاد. متاسفانه دیگه وقت به اون نرسید، اگرچه مثالهای مرتبط با بریتانیا و اشتباهات مطبوعات و مؤسسات بریتانیایی
زیاد داشتیم در این دوره، ولی استثنا به این داستان وقت نرسید. تشکر میکنم و امیدوارم که بی فایده نبوده باشه این جلسات، حالا اگرم که خیلی هم جذاب نبوده.